آریانا انقلاب در عرصه تدریس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به سلسله درس‌های الجبر. امیدوارم که جور صحتمند باشین و درس‌های الجبر را از درس اول کتون تعقیب کرده باشین. دوستان عزیز، در درس 11م الجبر رسیدیم و فصل دوم الجبر شروع کرده بودیم که بخش دومش طاقت بود و امروز بخیر درس 3م طاقت است که در درس دومش بالای بعضی خصوصیات مهم طاقت گپ زدیم. گفتیم گپای بسیار مهمش بود، رو باید کت خود نوٹ گرفته باشین، میخانیکش کرده باشین. امروز بخیر میایم دمو خواصی که ما شما پیش رو خواندیم، سر از سوال کار میکنیم، مسائل کار میکنیم، پیش میریم تا او خواص برتون خوب زیاد اما تو چی شوه تطبیق شوه تا در سوالی که روزمره خودتون که شروع میشین رو حل کنیم. دوستای عزیز، بعضی خواص بود ما و شما او را خواندیم، حالا سر از او کار میکنیم. مثلا چی رقم دوستای عزیز، مثلا یک سوال با ما شما داده میشه، مثلا با ما شما گفته میشه که 2 مربع جمع 3 مربع منفی 5 مربع سیست، به این شکل یک سوال داده میشه، با ما میگین حل کنین. به خاطر حل از این سوال ها ما را اصلا به توان رفع میکنیم. سوال ساده است بیخی. 2 بنمای 2 چند میشه دوستای عزیز؟ 4 میشه. جمع 3 بنمای 2 9 میشه. منفی 5 مربع یا 5 بنمای 2 چند میشه؟ 25 میشه. در اینجا یار 2 جمع میشن 4 و 9 میشه 13 منفی 25 6. اعداد مختلف شدن، مختلف علامه شدن، تفریقش میکنیم. از 25 که 13 بره 12 میشن، علامه شم از 12 25 بگیریم چند میشه؟ منفی 12. یعنی سوال ما شما حل شد و جوابش هم چند است؟ منفی 12 6. به این شکل سوال دیگه است، 2 6 میگیریم. سوال دیگه هم مثلا میگیریم، سوال است منفی 2 مربع منفی منفی 2 کل مکعب مثبت منفی 1 به توان 4 مثبت 0 بنمای 12 بشک. یک سوال داده میشه میگه حلش کنین. سوال حل میکنیم، دوستای عزیز میبینی که قاعده منفی است و توان سوال چی است؟ جفت است. وقتی قاعده منفی باشه توان سوال جفت باشه، گفته بودیم مثبت میشه. مثبت میگیم 2 بنمای 2 جوابش چند است؟ جوابش 4 است. یعنی 2 مربع چند میشه؟ 4 میشه. آمدیم ده اینجا میبینیم که منفی داره، قوس میتیم به خاطر که ببینیم که علامه از چی میبره، وریدش باز ضرب کنیم. قاعده منفی دوستای عزیز توانش چی است؟ توانش طاق است. وقتی قاعده منفی باشه توانش طاق، جوابش میبره منفی. 2 بنمای 3 هم 8 میشه. میخوانید که نه 2 2 4 4 2 8. ده اینجا هم دوستای عزیز مثبت خودش علامه را مثلا قوس میگیم، منفی به توان جفت، منفی به توان جفت میشه مثبت 1 بنمای 4، 1 بنمای هر عدد 1 است. و در اینجا هم 0 به توان هر عدد، جوابش چند میبرامد؟ 0 میبرامد که حالاتش یادتان است. حالا میگم مثبت 4 خودش دوستای عزیز منفی ضرب منفی میشه مثبت. مثبت چند است؟ مثبت 8. جمع مثبت ضرب مثبت مثبت است. مثبت چند است؟ 1. و 0 هم خود 0 است. اگر نشدیش رو نکنیم مشکل ندارم. حالا کل اعداد میبینیم تمامشان هم علامه سن، از علامه شن 1 علامه. 4 و 8 12 میشن. 12 جمع 1 چند میشه؟ 13. 13 و 0 13. جواب سوال دوم ما شما هم جوابش چند میبره؟ 13. یعنی به این شکل سوال با ما شما می و به این طریقه حلش میکنیم دوستای عزیز. به این شکل دوستای سوال دیگه که می با ما گفته میشه، مثلا 2 مربع جمع شوه 2 بنمای 3 منفی شوه 2 بنمای 4 جمع شوه 2 بنمای چند است؟ 5. و جمع شوه که 2 بنمای 0 مصیبه چیست؟ به این شکل سوال است میگه حلش کنیم. سوال دانه دانه ما شما به توان رفع میکنیم. ده اینجا میگیریم 2 بنمای 2 2 بنمای 2 میفهمیم دوستای چند است؟ 2 بنمای 2 4 است. جمع 2 بنمای 3 چند است؟ 8 است. منفی 2 بنمای 4 16 میشن. جمع 2 بنمای 5 32 است. و هر عدد به توان 0 جوابش هم چند است؟ جوابش 1 است. یعنی ما شما سوال ساده کردیم، از طاقت سادهش کردیم. وقتی از طاقت سادهش کردین عالی، را ساده میکنین. میگیم 4 جمع 8 12 میشه 33. اعداد مثبتش جمع میکنیم، 4 جمع 8 12. 12 و 32 چند میشه دوستای عزیز؟ 44. 44 و 1 45. یعنی مثبت 45 نشته میکنیم. منفی چند است؟ 16 است. حالا از مثبت 45 16 رو چی میکنیم؟ تفریق میکنیم. چی رقم میگیم؟ از 5 6 نمیره که ازی برش میته 15 15 که 6 بره 9 میمونه سیز. و اینجا 3 مونده 3 که 1 بره 2 میمونه. مثبت چند است؟ مثبت 29. یعنی جواب سوال ما شما چند شد؟ مثبت 29. یعنی اینجا سوال ما شما حل شد. سیز دوستای عزیز، به این شکل دوستای سوال دیگه داره. مثلا میگیم به این شکل سوال است، مثلا به ما شما میگه که 0.3 متوالی منفی 1/3 به توان 10 سیز. 0.3 متوالی منفی 1/3 به توان چند است؟ به توان 10. جمع
و جمع به این شکل مثلا یک بر دو جمع صفر اشاره چند است؟ صفر اشاره پنج به توان شش. به توان چند است؟ به توان شش. و به این شکل اینجا مثبت یک بر دو منفی یک به توان چند است؟ به توان چهار. به توان چهار. و ما شما میگی سوال ساده کنید، مثلا یک سوال هم کسر است اشار است و هم توان دارن. ما شما اول داخل قوس ساده میکنیم طوری که دوستای از میفهمین صفر اشاره سه متوالی که به کسر هم تبدیل کنیم یک بر سه میشه. یعنی اینجا ببینید صفر اشاره سه متوالی تبدیل شد، میگیم سه بر چند است؟ سه بر نو. در حساب میره زیاد کار کردیم، در اعداد عقیم به سوالش کار کردیم، حالی اخسار میکنیم یک سه سه سه، میگیم یک بر چند است؟ یک بر سه. این نشته میکنیم یک بر سه منفی یک بر سه کل برنامه چند است؟ دست جمع. در اینجا یک بر دو خودش جمع. صفر اشاره پنج دوستای از میشناسیم که یک بر دو میشه، یعنی در اینجا موال میکنیم صفر اشاره پنج مسئول میشه، با کسر هم تبدیل کنیم پنج بر ده میشه، جوابش یک بر چند است؟ یک بر دو. پس میگیم یک بر دو جمع، یک بر دو جمع. ایره غیر واجب میکنیم، میگیم یک دو منفی دو میشه، نه منفی دو که یک بره منفی یک بر چند است؟ یک بر دو. بنامای چند؟ بنامای چار. صحیح شد تا اینجا؟ آلم میبینه اعداد چی شدن؟ متضاد شدن. اعداد متضاد که باشن جوابشان صفر میبره، بخاطر مثبت یک بر سه کد منفی یک بر سه خلاص صفر برامای چند شد؟ ده. ده اینجا نیم جمع نیم شد و میفهمی که یک میشه دوسته، توانش هم شش است. یعنی یک بر دو جمع یک بر دو جواب چند میشه؟ یک. برای مخرج هم دو بگیرین یک جمع یک دو میشه، دو بر دو یک، یک برامای چند است؟ شش. و در اینجا میبینی قاعده منفی است توان جفت است، خیلی مثبت میگیم یک بنمای چهار یک است و دو بنمای چهار هم چند است؟ شانزده است. یاد ما باشه دوستایی که وقتی یک عدد کسری داده میشه به شکل یک بار دو باز پسان تقسیمش هم میخوانیم توان از هر دویش است، یعنی هم ای چهار به توان یکم به توان چهار بلند میبریم و دو به توان چهار بلند میبریم، یک یک به توان چهار بلند ببریم، یک به توان هر عدد یک است و دو بنمای چهار چند میشه؟ دو دو چهار، چهار دو هشت، هشت دو شانزده. جواب اینجا چند شد؟ شانزده. که در اینجا میگیم مساوی میشه دوستای عزیز، صفر بنمای هر عدد صفر است، گپ از این خلاص. یک بنمای شش یک است، جمع یک بر چند است؟ شانزده. یک غیر واجبش میکنیم یک شانزده شانزده، شانزده جمع یک چند میشه؟ عبده بر چند؟ عبده بر شانزده. جواب سوال ما شما برآمد عبده بر چند؟ خود دوستای عزیز میم سوال دیگر حل میکنیم. مثلا سوال دیگر با ما شما داده میشه، نوشته میشه که یک بنمای مثلا یک بنمای جذر سه جمع جذر سه بنمای صفر جمع یک بنمای 200 تقسیم شو بالای صفر بنمای 400 جمع جذر 3 جمع جذر 2 به توان چند است؟ به توان صفر. یعنی سوال با ما شما میتونه میگی سوال ساده کنه. صحیح؟ یک به توان هر عدد خود دوستای ما شما گفته بودیم که یک به توان هر عدد خود یک میشه. صحیح؟ پس جوابش چند نشته میکنیم؟ یک نشته میکنیم. جمع هر عدد به توان صفر جوابشان میبرامد یک، یعنی یک نشته میکنیم. جمع یک به توان 200 یعنی یک به توان هر عدد جوابشان بود یک بود. تقسیم بر صفر به توان هر عدد صفر است. جمع جذر 3 جمع جذر 2 یک عدد است و به توان صفر آمده جوابشان میشه یک میشه. نشته میکنیم دوستایز پیش میریم، میگیم یک جمع یک 2 دو جمع یک 3 3 بر صفر جمع یک 1 جوابشان میبره 3. یعنی جواب سوال ما شما چند شد؟ 3. این سوال که با ما شما بتم ما شما جوابششان چند میتیم راسن؟ صفر برش میگم. به این شکل دوستای از اگه گفته شد دو بنمای منفی یک جمع سه بنمای منفی یک جمع یا منفی پنج بنمای منفی یک حاصل افاده طاقت داره که توانشان منفی است چند است؟ ما و شما خو وقت گفتیم که وقتی یک عدد توانش منفی باشه با مانع عزیز که او سرچپه باید شود، یعنی معکوسش میکنیم توانش تا علامش مثبت شد، پس ایره معکوس میکنیم یک بر چند نشته میکنیم؟ یک بر دو. خود دو بنمای یک است به این شکل نشتهش میکنیم. جمع یک بر چند است؟ یک بر سه. منفی چند است؟ یک بر چند؟ پنج. سیز در اینجا بین دو سه و پنج ما شما چی میگیم؟ مخرج مشترک میگیریم که عدد مناسب چند است؟ سیز که بالای هر سیش پوره تقسیم میشه. سی تقسیم دو پانزده میشه، یک پانزده پانزده میشه جمع سی تقسیم سه ده میشه، یک ده ده میشه. منفی سی تقسیم پنج چند میشه دوستای؟ شش. یک شش شش از دوستای دیست. حالا پانزده و ده چند میشه دوستای دیست؟ پانزده و ده بیست و پنج. بیست و پنج که شانس شش برم از 25 که 6 برای دوستای 19 میمونه. 19 بر چند است؟ 19 بر 30. جواب سوال ما شما است 19 بر 30. یعنی سوال ما شما حل کردیم. به این شکل دوستای سوال دیگر میم مثلا با ما گفته شده که 10 بنمای 0 منفی 10 بنمای 1 جمع 10 مربع منفی 10 بنمای 3 جمع 10 بنمای چند است؟ 4. این سوال با ما شما حل کنیم. به این شکل هر کدامش بازم دوستای از میگیریم توانش چی میکنیم؟ ساده میکنیم، با توان سادیش میکنیم. مثلا هر به توان صفر خو یک است، یعنی یک شد.
منفی ده به نمای یکم دست جمع ده مربع مام صد است. منفی ده به نمای سه هزار است، یعنی سه صفر میتیم. ده به نمای چهارم ده هزار است، چهار صفرش برش میتیم. دو سه سیست. حال در اینجا دو سه چی رقم میکنیم؟ میبینیم که میتونه حداد علامت ها را از هم علامه را جمع کنین و مخالف علامه را داخل تفریق و ایتون میتونی که از ده هزار وقتی هزار بره چند میمون؟ نو هزار. نو هزار جمع صد؟ نو هزار و صد. نو هزار صد که ده بره نو هزار و نود میشنی؟ نو هزار نود و که جمع یک شما؟ نو هزار و نود یک. نشته میکن نو هزار و نود و یک. جواب سوال ما شما به شکل برا آمد. سیز؟ یا به می شکل بگوی که دو به نمای منفی یک جمع دو به نمای منفی دو جمع دو به نمای منفی سه منفی دو به نمای منفی چهار به شکل. این سوال با ما شما بگوین که حل کنین. در اینجا دوستایز میبینی که توانای کلشان منفی است، پس کلشان باید معکوس شد. نشته میکنیم یک بر دو به نمای یک یعنی دو خودش جمع یک بر دو به نمای دوم چهار میشه جمع یک بر دو به نمای سیم هشت میشه جمع یک بر دو به نمای میبخشین منفی میشه منفی دو به نمای چهارم شانزه. سیز در بین دو چهار هشت و شانزه مخرج مشترک چنده بگیریم؟ دو سیزی شانزه را میگیریم. شانزه تقسیم دو هشت یک هشت هشت جمع شانزه تقسیم چهار چند میشه؟ چهار یک چهار چهار جمع شان تقسیم هشت دو میشه یک دو دو منفی شانزه تقسیم شانزه یک یک ضرب یک یک اینجا نه یک نشته میکنیم. سیز حالا هشت جمع چهار دوازده دوازده و دو چند میشه؟ دو سیزی چهارده چهارده و که یک بره سیزده نشته میکنیم. سیزده بر چند؟ شانزه. یعنی جواب سوال ما شما چند شد؟ سیزده بر شانزه. سیز شد. به می شکل دو سری سوال دیگر را میگیریم. مثلا به ما میگه 0.9 متوالی به توان 5 منفی 5 به نمای مثلا میگه 0 جمع جذر 3 به نمای 0 تقسیم بر 1 به نمای 10 جمع جذر 5 به نمای 0 جمع 6 به نمای 0. جواب سوال ما شما چند است؟ مثل سوال پیش است، سادهش میکنیم دوستای عزیز. 0.9 متوالی خو یک از دوستای عزیز، به خاطر که 0.9 متوالی رو وقتی به کسر تبدیل میکنی 9 بر 9 میشه، 9 کت 9 خسار، جوابش هم میشه 1. 1 به توان 5 1 منفی 5 به نمای 0 1 جمع جذر 3 به توان 0 1 تقسیم شو بوله 1 به نمای 10 1 جذر 5 به نمای 0 چند میشه؟ 1 میشه، یعنی توانش 1 است، جوابش 1. 6 به نمای 0 چند میشه؟ 1. یک کت یک خلاص شد، در صورت متضاد بودن خلاص یک دانش ماند. یک تقسیم یک جمع دو، دو جمع چند میشه؟ سه. جواب سوال ما شما چند میبره؟ یک بر. میم با سوال دیگه. مثلا اینجا با ما شما یک سوال داده میشه به این شکل که مثلا میگیم که سه به نمای منفی یک جمع دو به نمای منفی یک کل به نمای منفی یک جمع در اینجا میگیم 6 بر 5 کل به نمای منفی یک. اینه به این شکل. یک سوال داده میشه که در اینجا دو عدد است، توانشان منفی است و در اینجا یک کسر است که توانشان چی است؟ توانش منفی است. ما شما این سوال حل میکنیم، قوس میگیریم، اول داخل قوس ساده میکنیم، توان از این منفی است یک بر سه نشته میکنیم، جمع توان دو منفی است یک بر دو نشته میکنیم، کل به نمای منفی یک. و در اینجا هر گفته بودیم هر کسری که معکوس شوه علامه توان او میش تغییر میخوره. نشته میکنیم 5 بر چند است؟ 5 بر 6. مخرج مشترک 6 میگیریم، 6 تقسیم 3 2 میشه 1 2 2. 6 تقسیم 2 3 میشه 1 3 3. کل به نمای منفی 1 جمع 5 بر چند است؟ 5 بر 6. در اینجا 2 جمع 3 چند میشه دوستان؟ 2 جمع 3 5 بر چند است؟ 5 بر 6. کل به نمای منفی 1 جمع 5 بر چند؟ 6. این کسر باز معکوس میکنیم چون توانش منفی است، نشته میکنیم 6 بر 5 جمع 5 بر چند است؟ 6. مخرج مشترک 3 گرفته میشه در بین 5 و 6، 3 تقسیم 5 6 میشه 6 36. جمع 3 تقسیم 6 5 میشه 5 ضرب 5 25. جوابش هم دوستای عزیز 61 بر 3. 61 بر چند است؟ 3. یعنی جواب سوال ما شما 61 بر 3 برآمد. سیز به این شکل دوستای عزیز میگیم که دو به نمای 0 جمع فرد مثال در اینجا نشته میکنیم 3 به نمای 2 ضرب یک قوس نشته میکنیم. قوس 1 جمع 2 مربع قوس متوسط 3 به نمای 4 جمع 2 قوس کوچک 1 جمع 4 مکعب به توان 3 ای توانش مثلا 10 کل به توان چند؟ 0 جمع جذر 5 به توان چند؟ 0. و با ما گفته میشه که سوال ما شما چی کنیم؟ ساده کنیم. دوستای زده اینجا میبینید که دو به نمای یک خو میفهمید چند است؟ یک است.
دو به نمای صفر چند است؟ یک. جمع سه مربع میشه نو ضربه. کل قوس ما و شما توانش چند است دوستای عزیز؟ صفر. صحیح سه؟ و قوس هم میفهم که اگر عدد بزرگ است. سیر ساده نکن، راستن توانش صفر است، جوابش چند نشته کنید؟ یک. جمع جذر پنجم به توان صفر است، جوابش هم میشه یک. پس میگیم یک جمع یک نو، نو جمع یک. یک جمع نو ده شد، ده جمع یک چند شد؟ یازده. جواب سوال ما و شما برآمد یازده. یعنی سوال ما جوابش چند است؟ یازده است. صحیح شد؟ به این شکل سوال دیگر میگیریم دوستای عزیز. مثلا یک قوس هست به ما گفته میشه، قوس به این شکل بسته میشه. مثلا در اینجا میگیم که یک جمع دو بنمای منفی یک به توان منفی دو، صحیح است؟ منفی یک. و کل بنمای چند است؟ منفی یک. سوال با ما شما داده شو با ما ببین دوستای عزیز، سوال حل میکنیم. سوال است این، سوال به این شکل توان منفی داره. اول قوس کوچک میگیم که یک جمع دو به توان منفی یک میشه، یک بر چند است؟ یک بر دو، چون توانش منفی است معکوس شد. کل بنمای منفی دو، منفی چند است؟ منفی یک. کل بنمای منفی یک، صحیح سه. حال اینجا ایره ساده میکنیم، قوس کوچک ساده میشه. یک دو دو، دو جمع یک چند میشه؟ سه بر دو. سه بر دو بنمای منفی دو، منفی یک. کل بنمای منفی یک، مساوی میشه. دوستای عزیز اینجا میبینی که اول سه بر دو توانش منفی است، اولی رو باید معکوس کنیم. نشته میکنیم دوی بر سه، کل بنمای چند؟ دو. توانش من مثبت شد، منفی یک. کل بنمای چند است؟ منفی یک. از تاسا سوال ساده شد. حالا قوس میگیریم، میگیم توان پیشتر گفتیم که وقتی کسر باشه توان داشته باشه از دویش است. پس توان دو رم بتین، سه رم بتین. دو بنمای دو میشه چهار، تقسیم سه بنمای دو میشه نو. منفی چند؟ منفی یک. تقسیم شو بالای منفی به توان چند؟ به توان منفی یک، مساوی میشه. ساده میکنیم، میگیم یک ضرب نو منفی نو میشه، یعنی منفی است. منفی نو از منفی نو که چهار بره دوستای عزیز میمونه منفی پنج بر نو. کل بنمای منفی یک. در اینجا دوستای عزیز فکر ما باشه تا که این منفی رو که توان ضرب کنیم، یه وقت گفته بودیم نه عدد منفی عدد منفی باشه یک مونا میته، توانش منفی باشه دیگه مونا رو میته. در اینجا عدد خود سعی کنم منفی رو خودش هم میمونیم، توان منفی شو به این مونه که عدد باید معکوس کنیم. پس اینو معکوس کنیم، 9 بر چند نشته میکنیم؟ 9 بر 5. 9 بر 5 جوابش است، یعنی جوابش است منفی 9 بر 5. به این شکل سوال حل میشه. صحیح است؟ به این شکل دوستای عزیز سوال دیگه است. میگیم که 3 بنمای منفی 1 جمع سه بنمای منفی دو، منفی سه بنمای سه، یا منفی سه. جواب سوال بکشین. ما شما میگیم توانش منفی است، یک بر سه نشته میکنیم مثبت. سه بنمای منفی دو است، یک بر نو نشته میکنیم منفی. سه بنمای منفی سه را یک بر 27 نشته میکنیم. صحیح است؟ از قاعده مساوی یک میگیریم، بعد مخرج مشترک میگیریم 27. 27 تقسیم سه میکنیم نو، یک نو نو. جمع 27 تقسیم نو سه، یک سه سه. منفی 27 تقسیم 27 یک، یک ضرب یک یک. 9 جمع 3 دوستای عزیز چند میشه؟ 9 جمع 3 12. 12 که یک برای 11. 11 بر چند است؟ 27. یعنی جواب سوال ما شما برآمد 11 بر. بعضی سوال دیگر هم حل میکنیم. مثلا یک سوال دیگه است، به شکل نشته میکنیم که منفی 2 به توان 4 است، جمع منفی 1 بر 2 به توان چند است؟ منفی 3 است. جمع ده اینجا میگه مثلا چند نشته میکنیم؟ ده اینجا نشته میکنیم که منفی سه به توان دو. جواب از این سوال هم شما میکشیم. سیز قاعده منفی است، توانش جفت. قاعده منفی توانش جفت است، جوابش هم مثبت نشته میکنیم. دو بنمای چهار شانزه. سیز ده اینجا مثبت خودش قوس. اول توانش منفی است، معکوسش میکنیم. سیز منفی دو به توان چند است؟ سه. و در اینجا میگه مثبت خودش قاعده منفی توان جفت است، مثبت مثبت ضرب مثبت سه مربع میشه چند دوستای عزیز؟ نو. حالا مثبت 16 خودش در اینجا میگه قاعده منفی توانش تاق منفی میشه، منفی در مثبت منفی. دو بنمای سه 8. سه است مثبت در مثبت، مثبت چند؟ نو. پس اینجا هر دو تفریق میشه، 16 که 8 برای 8 جمع چند است؟ نو. 8 جمع نو دوستای عزیز مثبت چند میمونه؟ مثبت 17. جواب سوال ما شما میپرسید جواب سوال چند است؟ مثبت 17. صحیح است؟ به این شکل دوستای سوال دیگه است. مثلا برش میگه دو مربع منفی دو، صحیح است؟ کل مربع و در اینجا منفی سه منفی سه مربع به توان دو، صحیح است؟ جمع در اینجا نشته میکنیم پنج مربع منفی مثلا منفی چهار مربع به توان منفی یک. این سوال با ما شما داده میشه، میگه حلش کنیم. سوال است فقط ساده میکنه، یعنی هم خواصی که پیش خواندیم رو تطبیق کرده میریم. سیز به اینجا میگم دو مربع خود چهار است، چهار منفی دو میشه دوستای عزیز بنمای دو، منفی
سه خودش سه، سه مربع نوز، کل بنمای چند است؟ مثبت. پنج مربع 25 است، منفی 16. نه 4 مربع 16 بتوان منفی 1. 4 که 2 بره دوست عزیز 2 میمونه، 2 مربع منفی 3 که 9 بره منفی 7 میمونه، کل مربع. و از 25 که 16 بره دوست عزیز 9 میمونه، 9 بتوان منفی 1. همه توسته؟ آره، 2 مربع 4 پای ده منفی توان جفت مثبت، مثبت ده منفی منفی 7 مربع 49. صحیح شد؟ جمعی رو نشته میکنه، یک بر چند است؟ یک بر 9. صحیح؟ 4 از منفی 49 تفریق میکنه، منفی 45 با ما میمونه، جمع یک بر چند است؟ یک بر 9. غیر واجبش میکنیم دو سایز، 9 را ده 45 ضرب میکنیم، یعنی نشته میکنیم که 45 ضرب 9. که میفهم 9 5 45 میشه دو سایز، 5 یعنی 4 اصل، 9 ضرب 4 چند میشه دو سایز؟ 36. 36 و 4 40. صحیح؟ 400 و چند؟ 405. یعنی ده که دیز ضرب کنیم منفی 400 و چند میشه؟ 405. از منفی 405 که یک بره میمونه منفی 400 و چند میمونه؟ 4. تقسیم چند شود؟ تقسیم 9. که جواب سوال ما شما همی عدد میباشه. صحیح؟ به این شکل دو سایز، اگه سوال دیگه باشه با ما شما بگه که یک بر 2 به توان منفی 1 جمع، یک بر 2 به توان منفی 2 منفی، منفی 1 بر 2 به توان منفی 3. جواب سوال چند است؟ میتونه به شکل کسریم باشه، هر رقم سوال دیش اومده میتونه، فقط توانش ساده میکنین حل میشه. به اینجا میگیم توانش منفی عدد معکوس میشه 2 میشه. صحیح؟ اینجا توان منفی معکوس میشه مثبت، توانش منفی 2 شد، یعنی 2 مربع شد با جوابش میشه 4. در اینجا قاعده منفی است، توان طاق است، نه توان طاق منفی شد، منفی ده منفی مثبت. عددی که معکوس کنین 2 بنمای 3 8. حالا 2 جمع 4 6. 6 و 8 چند میشه؟ میگیم 14. جواب سوال ما شما چند میبرایم؟ 14 میبرایم. صحیح؟ یا به این شکل اگه بگه که فرد مثال دوستای عزیز که 2 به نمای 2 به توان 2 نه، جمع 3 به توان 2 به توان 0، جمع 5 به نمای 2 به توان 0. اینو با ما حل کنیم. ما برش میگیم که 2 به نمای، اینجا قوس موجود نیست، اینو به توان ساده میگه 2 مربع میشه 4، جمع 3 به توان اینه 2 به نمای 0 1 میشه، جمع 5 به نمای 2 به نمای 0 چند میشه؟ 1. آل 2 به نمای 4 16، جمع 3 جمع 5 کلش با هم جمع میشه 16 و 3 19، 19 و 5 چند میشه؟ 24. جواب سوال ما شما باز 24 اند به شکل بفهم. به این شکل دوستای سوالای دیگه هم دارم که خودتان وقتی کتاب حل میکردین همی خواسکایی که ما شما دست درس دهم خوانده بودیم یا در درس دوم طاقت خوانده بودیم، او خواسا سوالاش می براتون هم خواسا را تطبیق میکنین، بعد سوالش در خود خواسا براتون تشریح کردم و بعد سوالش در اینجا براتون گرفتم. امیدوارم که یاد گرفته باشین. این بود درس امروز. روز خوش بنایتون بخدا.